سلام میکنیم به شما هموطنان عزیز، به اتفاق سایر همکارانم در استودیو تیک تاک هستیم تا برنامه امروز رو تقدیم حضورتون کنیم. امروز هم در برنامه تیک تاک میخوایم به مهمترین موضوع سیاسی روز بپردازیم و اون رو بررسی کنیم. موضوعی که در گزارش و در گفتگوی سیاسی امروز بهش خواهیم پرداخت، پیامدهای رسوایی جدید تروریستی رژیم هست در دانمارک. همونطور که میدونید روز سه‌شنبه 8 آبان دولت دانمارک از دستگیری یک مزدور اطلاعات رژیم ایران خبر داد که دستن در کار طرح یک اقدام تروریستی علیه جان مخالفان رژیم در خاک دانمارک بوده. این مزدور یک ایرانیه که مقیم نروژ، تابعیت اونجا رو داشته و بنا به برخی گزارش‌ها در سوئد دستگیر شده. بنابراین در این قضیه هم مثل قضیه توطئه تروریستی رژیم برای بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقامات ایران در پاریس در تیر ماه گذشته، همزمان سه کشور اروپایی یعنی دانمارک، سوئد و نروژ درگیر هستند. به هر حال طی این سه روز رسوایی تروریستی جدید رژیم روز به روز ابعاد بیشتری پیدا کرده و به بحران سیاسی حادی برای رژیم تبدیل شده، اون هم در آستانه شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا. بحث و گفتگوی امروز ما هم به همین قضیه اختصاص داره. ابتدا گزارشی ببینیم از موضع‌گیری‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی علیه رژیم در همین رابطه. وزیران خارجه کشورهای نوردیک شامل سوئد، نروژ، فنلاند، ایسلند و دانمارک روز چهارشنبه در نروژ گرد هم آمدند تا درباره اقدامات خود علیه رژیم ایران و تروریسم صادراتی آن رایزنی و هماهنگی کنند. بر اساس بیانیه‌ای که در سایت وزارت خارجه دانمارک منتشر شده، آنها تلاش رژیم ایران برای سوء قصد به یک مخالف سیاسی را غیر قابل قبول توصیف کردند. این کشورها طی بیانیه‌ای اعلام کردند که دانمارک اطلاعاتی به آنها ارائه کرده که آن را بررسی کردند و با این کشور همبستگی کامل دارند. آنها همچنین در بیانیه خود نوشتند: مهم است که کشورهای اسکاندیناوی شانه به شانه یکدیگر در برابر تهدیدات پیش روی جوامع خود بایستند. متعاقباً خبرگزاری رویتر گزارش داد نروژ سفیر ایران را روز پنجشنبه به خاطر اتهام توطئه سوء قصد علیه یک چهره مخالف عرب ایرانی در دانمارک احضار کرد. این اریکسن سوئریده وزیر خارجه در بیانیه گفت در این ملاقات ما تاکید کردیم این فعالیت که از طریق تحقیقات در دانمارک روشن شده است غیر قابل قبول است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا طرح ترور در خاک دانمارک را محکوم کرد. وزارت خارجه آلمان در یک پیام توییتری از حمایت وزیر خارجه آلمان از دانمارک خبر داد. بر اساس این توییت، هیکو ماس در یک تماس تلفنی به همکار خود آندرسن ساموئلسن در رابطه با حمایت کامل آلمان در خصوص حمله خونسا شده در دانمارک تضمین داد. وی تصریح کرد: این روند مطلقاً غیر قابل قبول است. الان باید روی اتحاد اروپایی حساب کنیم. در همین حال وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیون فاکس نیوز آمریکا با اشاره به خونسا شدن طرح تروریستی رژیم علیه مخالفانش در دانمارک اظهار داشت رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است که دارایی‌های مردم ایران را برای فعالیت‌های شرورانه هزینه می‌کند و ایالات متحده آمریکا قصد دارد با اعمال تحریم‌های گسترده این رفتار حکومتگران ایران را تغییر دهد. مایک پومپئو در پاسخ به پرسشی درباره این طرح ترور و اینکه دولت دانمارک از اتحادیه اروپا خواستار اقداماتی علیه ایران شده است گفت این سومین تلاش رژیم ایران در مدت اخیر است و این رژیم در اجرای این نوع قتل‌ها در سطح اروپا پیشتاز است. این رفتار باید متوقف شود و آمریکا آماده است برای پیشگیری از اجرای این قتل‌ها به اروپا کمک کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا هم طی گفتگویی با خبرنگاران در بنیاد همیلتون با اشاره به کشف توطئه تروریستی رژیم در دانمارک در ارتباط با اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه رژیم ایران گفت
همین دیروز بود که ما دیدیم دولت دانمارک اعلام کرد مقامات ایرانی بیشتری را شناسایی کرده است که سوء قصدی را در دانمارک طراحی می‌کردند. بنابراین فکر می‌کنم با آگاهی نسبت به اینکه این رژیم اساساً با توافق اتمی 2015 برجام تغییری نکرده و در اساس فرضیه آن که اگر شما بتوانید موضوع اتمی را حل کنید همه چیز حل خواهد شد، شکست خورده است. فکر می‌کنم فشار افزایش می‌یابد. فکر می‌کنم افراد می‌فهمند که باید تغییری اساسی در رفتار رژیم ایران باشد تا آنها را مجبور کند به میز مذاکره برگردند. بولتون تأکید کرد باید روشن باشد که وقتی پرزیدنت میگوید ماکسیموم فشار، منظور این است ماکسیموم فشار. در همین حال رژیم آخوندی طبق معمول جز تکذیب و به میان کشیدن پای استکبار و صهیونیسم و مجاهدین و کشورهای منطقه کار دیگری از دستش ساخته نیست. دوم خروس صهیونیست ها از دانمارک بیرون زد. در پی ادعای مقامات دانمارک علیه ایران و متهم کردن کشورمون به تلاش برای ترور در خاک دانمارک، وزیر خارجه کشورمون گفت این ادعا ناشی از عملیات انحرافی سازمان جاسوسی موساد برای فریب دانمارک بوده. اما این اقدام رژیم صهیونیستی فقط باعث تقویت عزم ایران برای تعامل سازنده با جهان میشه. در تلاش و تقلای دیگری برای خلاصی از این مخمصه، روحانی طی یادداشتی که در روزنامه تایمز مالی به چاپ رسید خبر داد که رژیم مذاکره درباره مسائل مورد مناقشه منطقه‌ای را با اروپا آغاز کرده است. روحانی در این یادداشت می‌افزاید همکاری ایران و اروپا می‌تواند ضامن منافع دو طرف و همچنین تأمین کننده صلح و ثبات بین‌المللی باشد. برجام نشان داد که ایران به منطق و گفتگو متعهد است. ما رایزنی‌های سیاسی درباره مسائل مبرم و مورد توجه مشترک را با اروپا آغاز کردیم، به ویژه در خصوص بحران‌های منطقه‌ای، و هدفمان یافتن راه حل‌های مناسب است. خب بینندگان عزیز، در این گزارشی که دیدیم واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های بین‌المللی در قبال این قضیه که مضمون همه اونها محکوم کردن رژیم و حمایت از دانمارک و ضرورت نشون دادن قاطعیت به رژیم تروریستی آخوندهاست خیلی بارز بود. سمت و سو و معنی و پیام این موضع‌گیری‌ها و همینطور واکنش و نتایج اونها موضوع گفتگوی امروز ما رو تشکیل میده با اسدالله مصنع. تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه تیک تاک. سلام به شما و به بینندگان عزیز. همونطور که در این گزارش هم دیدیم بخشی از پیامدها و بازتابهای سیاسی افشا شدن و همینطور خونسا شدن طرح تروریستی رژیم در دانمارک به اصطلاح خیلی بارز هست. ولی سوالم اینه که این پیامدها چه سمت و سویی داره؟ آیا مثل برخی رویدادها فقط با یک جنجال و هیاهو شروع میشه و بعد به فراموشی سپرده میشه، یا اینکه نه نتایج دیگه هم به بار خواهد آورد؟ بله، ببین اگه به وقایع همین سه روزی که این مسئله رو اومده و مطرح شده نگاه بکنیم، میبینیم که هر روز این قضیه بیشتر مطرح شده و موجب محکومیت‌های بیشتری توسط کشورهای مختلف، دولت‌های مختلف شده، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و طبعاً اون چیزی که ما میبینیم سمت و سوی تشدید داره. بله. نه مثلا سرپوش گذاشتن، اینکه سرپوش بزنن، بلکه هی بیشتر مطرح شده و رو اومده. البته روشن منظورم نیست که حتما بازتاب‌های رسانه‌ای خیلی گسترده بشه. منظورم از تشدید این نیست، بلکه منظورم اینه که این پرونده مختومه نخواهد شد. چه بیشتر مطرح نه مطرح با. میشه این پرونده. یعنی مثل پرونده افشای توطئه تروریستی توی ویل پنت پاریس و مسیر قضایی و مسیر سیاسی که طی کرده و طی میکنه. برای متصور نیست که رژیم بتونه با توجه به این چیزی که ما بینیم اونو متوقف کنه و منحرف کنه، به خصوص که این پرونده ها که این مدت اخیر مطرح شده اینا رو هم چیه آثار تشدید کننده داره و به دنیا نشون میده که این رژیم روی زمین، چه روی زمین چه تو فضای مجازی، هر جا کمترین مجاری پیدا کنه از تروریسمش دست بر نمی داره و دست بر نخواهد داشت. خب شما میگید سمت و سوی این قضیه به سمت تشدیده، ولی خب رژیم نشون داده تجربه که رژیم بیکار نمیمونه و حتما دست رو دست نمیذاره و کارهایی میکنه. فکر میکنید دست به چه اقداماتی بزنه؟
طبعا رژیم هر کاری که بتونه میکنه، بله، هر چی در توان داشته باشه، از تهدید، تطمیع پشت پرده تا تکذیب و متهم کردن شرق و غرب و صهیونیست و منافقین، هر چی که میشه، بله، در ردیف کردن اینها که اینا توطئه است فروگذار نمیکنه. مشخصا تو این چند روز هم میدونیم که همین کارها رو کرده و تو گزارش هم بهش اشاره شد. البته همه مسائل نه، من اشاره کنم به صحبت‌های حسام الدین آشنا، مشاور آخوند روحانی و معاون سابق وزارت اطلاعات، که مثل حرف مسخره ظریف مطرح می‌کنم، یه اعتراف موساد و تبریک زودهنگام پومپئو دم خروس را نشان داد و طرح ب پلن بی میگن، بله، طرح ب آمریکا و استای عربستان و مجاهدین کلید خورد. لابد خبر دارین قبلا هم بحث پلن آ میکنن که منظورشون احتمالاً همون دستگیری دیپلمات تروریستشونه. پلن آ، پلن بی، حالا فردا دوباره اندن پلن جیم، نمیدونم چی میگن. یعنی از این هر طولا واعظی هم که رئیس دفتر روحانی، اینم واکنش شیادانه، جا واکنش در شیادانه نشون داد و گفت روحانی دستور داد تا بررسی کنیم که موضوع چیست، آنچه که در اخبار آمده خیلی مشکوک است. خب وزارت خارجه خود رژیم خبر داد که سفیر دانمارک رو چیکار کرده؟ احضار کرده. حالا جالبه که این سفیر دانمارک کسی که خود کشور دانمارک اینو چیکار کرده؟ بهش گفته برگرده به کشور و برشته اینو فراخونده به چیز. اینا اقدامات مستقیمه، طبعا غیر مستقیم هم اقداماتی از جمله یاد داشتی که آخوند روحانی در تایمز مالی نوشته بود و گفته بود که ما در رابطه دو این اوضاع احوال که خود اروپا الان کشورها دارن محکومش میکنن، اومده گفته بله ما با اروپا وارد مذاکرات سر مسائل منطقه شدیم، که مشخص این یک اقدام غیر مستقیم با مزون در باغ سبزشون دادنه و تا اروپا رو با این شگرد، با این شیادی، بلکه بتونه به احتیاط و مراعات بیشتری وادار بکنه. بله، شما گفتین که رژیم طبعا دست به هر اقدامی خواهد زد. سوالم اینه که آیا با این اقدامات کاری پیش خواهد برد؟ چون که قبلا دیدیم مثلا پرونده هایی داشته در فرانسه، سوئیس، ایتالیا، آلمان، ترکیه، که بالاخره به هر دوز و کلک اینها رو مسکوت گذاشته یا پرونده ها رو مخدومه کرده. آیا این بار موفق خواهد شد؟ ببینید رژیم در این رابطه ها معمولا از دو ابزار استفاده میکنه. یکی از تروریسم برای مرعوب کردن طرف مقابل، باج گرفتن، و دیگری هم حراج کردن منابع ملی، تاراج دادن منابع ملی تا بتونه با این مسائل مقابله کنه. من خوبه برای در رابطه با حربه تروریسم که میگم به یک مورد مشخص اشاره کنم. یکی از اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس ارتجاع اسمش هست ابوالفضل حسن بیگی، این دو روز پیش تو اظهاراتی گفت در تو خبرگزاری مهر رژیم منعکس شد، میگه گفته که در برابر دستگیری اسدی، بله، نظر ما این بود که ما هم یکی از دیپلمات‌های آلمان را دستگیر کنیم، ولی وزارت خارجه با آن موافقت نکرد. یعنی خیلی انری پیشنهاد چی میده؟ گروگانگیری. بله. یعنی اصلا میگه اون موافقت نکرده. رژیم این کار است و این چیزی که همه دنیا میدونن. چرا؟ کمان که دولت فرانسه همین مدتی بیش چیکار کرد؟ قبل از اینکه ببره منابع مالی اون دو نفر رو، یعنی یکی از معاون وزارت اطلاعات و اسدی رو، دیپلمات تروریسم رژیم رو، منابع مالیشون ببنده و اعلام بکنه که این داستان چیه و بره بگیم این مسئولیت وزارت اطلاعات بود، پرداش چیکار کرد؟ یک اطلاعیه داد به دیپلماتاش، گفت به ایران سفر نکنین. چرا؟ مانع گروگانگیری میشه. پس این حرف بگیرن. اما در مورد حراج منابع ملی که دیگه اینقدر اینا زیاده که حد نداره، همه میدونن مثلا در رابطه با قرار دادن نام مجاهدین تو لیست تروریستی وسیعاً از این حربه و تاراج دادن منابع ملی چیکار کرد؟ میلیارد ها دلار خرج کرد تا اسم بره تو لیست. مثلا توی معامله با فرانسه سر داستان 17 جوان، معامله‌ای که آخوند خاتمی و وزیر خارجه خرازی کرد، صحبت خیلی صریح و مستند از معامله 7 میلیاردی به سود فرانسه. یعنی با اینو ببرید، این کارو بکنید، مجاهدین حمله بکنید به مقاومت ایران، بعد قرارداد 7 میلیارد دلاری بسته شد. برای من این، اگر شما حتی من این نمونه فراموش نمی کنم که
اروپا گفت، به اروپا گفته بود رژیم که اگه شما شرایط ما رو در مورد اتمی بازی، اروپا به رژیم گفته بود اگه شما شرایط ما رو در رابطه با اتمی بپذیرید ما مجاهدین رو میبریم تو کجا؟ تو لیست. خب این وضعیت بود، ولی الان واقعیت که شرایط عوض شده، همون قاتل، همون اروپایی‌ها که قاتلان دکتر کاظم رجوی رو فراری دادن یا در برابر خیلی از اعمال تروریستی رژیم چشم پوشی کردن، الان در مورد مسائل خیلی خفیف‌تر از اونم حاضر نیستند عقب بشینن، چشم ببندن. چرا؟ چون تغییر دوران جدی و واقعی است. خب شما روی تغییر دوران و تغییر شرایطی که فعلا حاکمه تاکید میکنید، ولی چرا این بار رژیم نمیتونه، یعنی این عامل تغییر دوران چطور خودش رو نشون میده و چطوری عمل میکنه؟ بله. چه عاملی تاثیر میذاره که اینجا خودش رو چجوری نشون میده؟ بله. ببین در یک کلام، قبلا سیاست مماشات حاکم بود و الان این سیاست اگه نگیم سوخته، لااقل دیگه حاکم نیست، به حاشیه رفته و تعیین کننده نیست. یعنی اون وضعیت فرق کرده، اون سیاست به محاق رفته. این سیاست مماشات که واقعا چند دهه حاکم بود، چنان بود که بر بمب گذاری تو مقر آمریکا یا تو بیروت هم چی میکرد؟ و کشتن 240 نفر از اونام چشم پوشی میکرد. الان تازه دارن مراسم میگیرن و بزرگداشت و دارن میگن ول نمیکنیم و ادامه میدیم، در حالی که سال، در حالی که خود رژیم قبلا سالها قبل رفیق دوست گفت چی؟ گفت هم ایدئولوژیش از ما بوده، هم بمبش از ما بوده، هم پولش از ما بوده، ولی به اینا چی بسته شد؟ چشم بسته شد. خبر چشم بستن، رئیس فری، رئیس اف بی آی گفت من همه مدارک و با مستند با دلایل بردم کاخ سفید. چی شد؟ گفتن که ولش کن و مشخصا رژیم ایران نظارت‌های سپاه بازان همه رو توضیح داده. پس به اینام چیه؟ اینجوری بود وضعیت، این بود و به این چشم بودن، گفت ولش کن. هم الان دوران تغییر کرده، حتی پرونده هایی که اون موقع هم رژیم داره، داری یکی یکی میاد چی؟ رو. جالب اینه که من اشاره کنم به یک پرونده ای که در نروژ یکی از اوائل رژیم 25 سال پیش یه پرونده ای داره به دلیل دست داشتن در توطئه ترور یک ناشر نروژی تحت تعقیب بوده. طبق قانون بعد از 25 سال که بگذره دیگه چی میشه؟ پرونده دیگه اسم مرور زمان میشه و پرونده بسته میشه و میمیره. که حالا جالب اینه که دو روز قبل از اینکه بین 25 سال تموم بشه الان چیکار کردن؟ فعالش کردن که مشمول گروه مرور زمان نشه، پرونده رو دوباره بودن رو به جریان انداختن. ببینید تفاوت از کجاست. حالا این تغییر دوران که خود به خودی حاصل نشده، ببینید یک تعادلی، دنیای تعادل و قواست، یک تعادلی بین مردم مقاومت ایران با رژیم چرخیده، تعادلی که چرخیده که قیمتی داده شده. ببینید مثل دو تا کشتی فکر کنید که خیلی با همه تواناییش، پولش، اموالش، پشتیبانای بین المللیش، سیاستایی که پشتش بوده، با یک نیم مقاومتی که بالاخره مشخصه، به یک کشتی او هی میزده این مقاومت میخواد، ولی می ایستاده اینقدر ایستاده که او رو الان خسته کرده و عقب مونده. این مقاومت بوده به اینجا، یعنی این تعادل قوا چرخیده، یه قیمتی باش براش داده شده، رنج و شکنجی خب به این صحنه رسونده شده. الان شما تاثیر قیام از دی ماه بعد رو نگاه کنید، این تعادل چرخیده. بنابراین این جایگاهی که الان مقاومت ایران داره، ببینید 30 سال مقاومت ایران داره سر تروریسم رژیم دست میذاره. هزار بار خرمیم گفتن که تروریسم رژیم از چیش بدتره؟ از اتوبیش. حرفایی که مقاومت ایران سالها زده الان یکی یکی داره چی میشه؟ رو میاد، پشتش میرن و به اثبات میرسه. برای این تعادل چرخنده، همه فهمیدن که آینده این دان توسط مردم و مقاومت ایران و آلترناتیو شورای ملی مقاومت جایگزین واقعی سیاسی رژیم رقم خواهد خورد و این تعیین کننده است. بنابراین اون چیزی که الان میبینیم حاصل شده به دلیل این چرخش تعادل قواست که نتیجش هم مشخصه. بنابراین خیلی روشن است که رژیم الان به لحاظ سیاست میانه تو محاق رفته، اون پشتیبانی رو نداره، اون شرایط رو نداره، برای من یکی یکی مسائلش داره رو میاد. بله، به پایان این گفتگو رسیدیم. تشکر میکنیم از حضورتون در گفتگوی تیک تاک. بینندگان عزیز، گفتگویی بود با اسدالله مصنع.
برنامه‌مون در اینجا به پایان میرسه. تا فردا و برنامه دیگر از تیک تاک، خدا نگهدار.